چرا کسی که توهین میکنه، مثلا قاری عبدالکبیر حیدری همچین اپلیکیشنی رو اشتباه کرده، غلط کرده، در صفحه خودش پخش کرده و براش تبلیغ کرده، به جای اینکه بیاد معذرت خواهی بکنه، عذرخواهی بکنه، بگه اشتباه شده، میاد عناد میکنه، تکبر میکنه و کلیپی نشر میکنه، توهین ها، اهانت های به ما روا میداره، منافق، جاسوس، فلان، از این حرفا، حالا اونو سر وقت جوابشو میدیم. و مایی که از ناموس پیامبر صلی الله علیه و سلم دفاع میکنیم، ایشون میشه طرفدار وحدت. و مایی که از ناموس پیامبر صلی الله علیه و سلم دفاع میکنیم، میگیم برادر عزیز، به خاطر گل روی رسول الله صلی الله علیه و سلم این چیزا رو پخش نکنید. مگر نمیگید حضرت علی سکوت کرد به خاطر مصلحت اسلام؟ شما هم به خاطر مصلحت اسلام، به خاطر گل روی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، از این بدگویی و نسبت به همسرش مادامی که در این اپلیکیشن هست اینو پخش نکنید، براش تبلیغ نکنید. آها، ما شدیم دشمن وحدت، ما شدیم فتنه انگیز، منافق، دشمن وحدت، و ایشان که این چیزا رو نشر کردن شدن دوستدار و طرفدار وحدت. این به اصطلاح انصاف بعضی از برادران و خواهران شیعه ما هست که البته که همه کامنت هایی که گذاشتن در زیر اون پست من همه رو اسکرین چت گرفتیم و این رو حتما به مراجع قضایی و عدلی در افغانستان ارسال خواهیم کرد که کسایی که در اونجا زندگی میکنن در سایه حکومت اهل سنت، در بین کشوری که بیش از 90% اهل سنت هستن، توهین به حضرت عایشه، توهین به صحابه کرام و با نام و نشان اصلی خودشون، با پروفایل اصلی خودشون، و این رو حتما ما پیگیری خواهیم کرد، به این راحتی نمیگذاریم. بارها گفتیم ام المؤمنین عایشه خط قرمز ما هستن، کائن من کان، والله بالله تالله از قضیه ام المؤمنین عایشه هرگز تنازل نمی کنیم، خط قرمز ماست، ناموس پیامبر خط قرمز ماست، هرگز از این تنازل نخواهیم کرد، والله تک تکتون رو پیگیری خواهیم کرد، تک تکتون رو. بر صورت بعدش هم آقا گرفته این رو پاک کرد امروز صبح بعد از ردود افعالی که در بین اهل سنت ایجاد شد، گرفته خب اما دیروز پاک میکردی میومدی یک معذرت میخواستی، و کف الله المؤمنین القتال، دیگه کلیپ پخش کردن و توهین کردن و اهانت کردن یعنی چی؟ به هر حال این یک شده، ایشون شده طرفدار وحدت و ما شدیم دشمن وحدت.